ادامه اعتراضات به پنهانکاری مقام‌های ایران در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. جو تهران و بعضی شهرها امنیتی بود. هیئت تحقیق کانادایی در راه ایران برای بررسی سقوط هواپیما. جاستین ترودو گفته به دنبال عدالت و پاسخگویی خواهد بود. بایکوت برنامه‌های هنری در ایران. بعضی هنرمندان از حضور در جشنواره فجر کنار کشیدند. و استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل. مردم از تأخیر در امدادرسانی شکایت دارند. شبتون بخیر. در ادامه دور تازه اعتراضات در ایران، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران تجمع کردند. اعتراضهایی که با پذیرفتن مسئولیت سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربری توسط پدافند سپاه پاسداران کلید خورد. دیروز چندین دانشگاه شاهد تظاهرات بود و اعتراضات پراکنده به چندین شهرستان در نقاط مختلف ایران کشید. در این اجتماع‌ها شعارهای تند علیه حکومت، خصوصا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از حضور پرتعداد و گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران داشت. در تازه‌ترین خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به زبان فارسی در سایت توییتر مذاکره با ایران را بی اهمیت توصیف کرد. او گفته که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و حکومت نباید معترضان را بکشد. در چنین شرایطی عجیب نیست که ایران تحت تأثیر این تلاطم‌ها، وضعیت اقتصادی و به ویژه بورس از ثبات برخوردار نباشد. گزارش بهرنگ تاجین حاوی تصاویر دلخراش است. شعارهای ضد حکومتی در تجمع دانشجویان دانشگاه شریف دو روز پس از اذعان سپاه پاسداران به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. 23 دی ماه قبل از دانشگاه شریف. از صبح دوشنبه نیروهای امنیتی حضور پررنگی در خیابان‌های مرکزی تهران داشتند، مخصوصا در میدان آزادی. در بعضی از شهرهای دیگر ایران هم همینطور. همشون هم ببینید بچه‌سال. ولی نه اعتراض‌ها و نه این جو امنیتی بازتاب چندانی در رسانه‌های رسمی پیدا نکرده. این در کنار پنهانکاری سه روزه مسئولان، خشم روزنامه‌نگاران را برانگیخته. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای می‌گوید پنهانکاری و انتشار مطالب دروغ ضربه سنگینی به اعتماد مردم و افکار عمومی زد و جایگاه لرزان رسانه‌ها را لرزان‌تر کرد. اکنون که در حال تشییع اعتماد عمومی هستیم، اولین تابوت‌های آن شامل جنازه‌های رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما و سپس مطبوعات و سایت‌هاست. از تمامی همکاران می‌خواهیم که از این پس بدون ملاحظات مرسوم که تماماً نیز غیرقانونی است در تهیه خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری را به مرکز فعالیت رسانه‌ای خود بازگردانند. اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. سخنگوی دولت ایران میگوید آنها دروغ نگفتند، بلکه دیگران دولت را بی اطلاع گذاشتند. از یک سو عملیات روانی سنگین، از یک سو فقدان اطلاعات کافی در داخل و اطلاعاتی که در همان لحظه به طور موثق تلقی می شد، ریشه موضع‌گیری ها در بی اطلاعی و یا شاید این گونه هم بتوانم بگویم در بی اطلاع گذاشتن ها داشت. اعتراض ها یک شنبه شب هم با انواع و اقسام شعارها بر ضد حکومت، روحانیان و سپاه پاسداران ادامه داشت. معترضان پوستر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه پاسداران را هم به پایین کشیدند. مشهد 22 دی. جز تهران، شهرهای دیگر هم شاهد اعتراض بودند. از جمله مشهد، زنگ ما، زنگ ما، رهبر زنگ ما، 22 دی ما، شیراز، کرمان، بابل، قزوین و چند شهر دیگر. در تهران
با تشدید حضور نیروهای امنیتی دستگیری معترضان هم بیشتر شد. و سپس به سوی آنها شلیک شد. تصاویری که به دست بی بی سی فارسی رسیده زخمی شدن دست کم یک زن را نشان می دهد. سنگ فرش های پای تخت هم خونی شده بود. ویدیویی هم منتشر شده که در آن مردی با لباس شخصی دیده می شود که اسلحه به دست دارد. فارغ از درگیری های سیاسی، آنچه سحرگاه چهارشنبه اتفاق افتاد یک فاجعه انسانی بود. فاجعه ای که از یک طرف چند کشور خارجی که شهروندانشان قربانی آن شدند حکومت ایران را بابت آن بازخواست می کنند و از طرف دیگر خود مردم ایران. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. در ادامه این خبر، مسئول گروه تحقیق کانادایی درباره این حادثه اعلام کرده که اونها هم از مقام‌های ایرانی خواهند خواست که توضیح بدند به چه علت حریم هوایی ایران همزمان با انجام حمله نظامی علیه مواضع آمریکا در عراق انجام نشده. و رئیس گروه تحقیق گفته که سوال دیگه‌ای که از ایرانی‌ها خواهند داشت در درباره محتویات جعبه سیاه اعلام کرده که ایرانی ها گفتند که همکاری خواهند کرد در راستای این تحقیقات. و اما گزارش های از بازداشت هنرمندان و فعالان سیاسی در ایران هم منتشر شده، از جمله اینکه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی و رخشان بنی اعتماد، فیلمساز و کارگردان سینمای ایران بازداشت شدند. هرچند ظاهرا خانم بنی اعتماد ساعتی پیش بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. ایشون روز شنبه برای بزرگداشت جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی فراخوانی برای تجمع در میدانهای آزادی شهرهای مختلف ایران در روز یک شنبه داده بود، اما کمی بعد گفت که به دلیل هشدار نهادهای امنیتی این فراخوان را پس می‌گیرد. مردم سیستان و بلوچستان همچنان در محاصره سیل. با آنکه مقامات دولتی از فروکش کردن آب در بعضی مناطق میگویند و بارش ها قطع شده، مردم از کمبودها در کمک رسانی و نبودن امکان دسترسی ها و سرمایه شبانه میگویند. سپاه پاسداران که تقریبا اداره همه بخش های این استان را در دست دارد، ظاهرا مثل مردم عادی از وسعت سیل غافلگیر به نظر میرسد، ولی برای کمک وارد شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دستور داده همه امکانات به کار گرفته شود. استاندار سیستان میگوید حداقل یک نفر در اثر سیل جانشان را از دست دادند. محمد امینی گزارش می‌دهد. ساختمان مدرسه ابتدایی جدید روستاست. روستاها و شهرستان‌های جنوب سیستان و بلوچستان قربانیان اصلی سیل سه روز گذشته. خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید مردم مناطق سیل زده در وضعیت بحرانی هستند. مثلا مردم صد روستای دشتیاری آب گلالود می نوشند و اینکه بعد از 72 ساعت هنوز کمکی نرسیده. عباس علی ارجمندی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، به تلویزیون ایران گفت کمک ها در سطحی گسترده در حال توزیع است و مرتب تاکید می کند که سپاه پاسداران در نوک پیکان کمک رسانی عمل می کند. سه بالگرد در منطقه بود و امروز 6 بالگرد در منطقه هستند. جناب آقای استاندار در منطقه حضور پیدا کردن از دیشب. تیم‌های امدادی و گروه‌های جهادی سپاه وارد منطقه شدند. احمد علی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، هم از کاهش سطح آب در مناطق آسیب زده گفت. نیروهای هلال احمر با امکانات حضور پیدا کردن. امروز از تهران با هواپیما بخشی از اقلام مورد نیاز به فرودگاه کنرک اومده و البته حجم در واقع منطقه آبگرفتگی خیلی منطقه وسیع است. اما آن سوی سکه اوضاع بحرانی تر از آن است که دولتی ها ترسیم می کنند. یا خونه ماست و برای جلوگیری از ورود آب به محمد باسط درازهی، نماینده سراوان، در جلسه علنی مجلس در انتقادی سریع از محرومیت این استان گفت در پی عدم توجه به استان سیستان و بلوچستان راه‌های ارتباطی 500 روستا، شهر و شهرستان قطع شده و به هیچ راه ارتباطی دسترسی ندارند و بسیاری از آنها زیر آبند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای درازهی در مجلس گفت سیستان و بلوچستان تنها استان کشور است که مرکز استانش تنها به یک جاده رفت و برگشت غیر استاندارد دسترسی دارد و همکنون به گفته او شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان با وجود دمای هوای زیر 0 درجه با مشکل تأمین سوخت اعم از نفت سفید، گازوئیل و بنزین مواجهند. حسین علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس هم گفت مناطق سیل زده هنوز تخلیه نشدند. عزیز سارانی نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها هم نسبت به گرسنگی و سرمازدگی سیل زدگان در این منطقه هشدار داده. به گزارش ایرنا علاوه بر خسارت‌های وارد شده به تأسیسات شبکه آب و برق، 20,000 واحد مسکونی هم بر اثر جاری شدن سیل به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. برآوردهای اولیه حاکی از خسارت بیش از 330 میلیارد تومانی سیل است، ولی مقامات میگویند بعد از فروکش کردن سیل است که میشود فهمید عمق فاجعه چقدر بوده. کشاورزان بسیاری به خاک سیاه نشستند و مردم روستایی هم صدایشان درآمده. برخی میگویند چرا حکومت فقط وقت انتخابات و رأی دادن است که یاد ما میافتد. هزار تریکوپتر میرسه اونجا آب میشه، مگر ما جز ایران نیستیم؟ فقط موقع رأی گیری جز ایران هستیم. این سیل مردم 3 استان را به طور مستقیم زیر فشار گرفته. استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان، ولی این اوضاع سیستان و بلوچستان است که از همه جا وخیم‌تر است. محمد امینی، بی بی سی. شماری از هنرمندان ایرانی گفتند که برای نشان دادن همدلی خود با افکار عمومی که در اثر حوادث اخیر ایران جریحه دار شده، از شرکت در جشنواره‌های هنری امسال خودداری می‌کنند. چند گروه موسیقی، چند گروه تئاتر و چند سینماگر از جمله این هنرمندان هستند. چند اجرای هنری، نمایش و نمایشگاه هم لغو شده. مریم افشن گزارش می‌دهد. مسعود کیمیایی با انتشار این فیلم در صفحه رسمی اینستاگرامش از انصراف نمایش تازه ترین ساختش خون شد در جشنواره فیلم فجر خبر داد. دلم میخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه، به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم. معلومی که مسافر بودن، تسلیت به خانواده هاشون میگم و تسلیت به خیلی ها و خیلی از خانواده‌ها. روز شنبه رخشان بنی اعتماد فیلمساز و کارگردان در توییتی از مردم خواست تا یاد و خاطره کشته شدگان پرواز اوکراین را روز یک شنبه 22 دی ماه در میدان آزادی گرامی دارند. اگر اون بچه‌های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتین، ولی مردم ایران دوست ندارن این اتفاق بیفته. ساعتی بعد خانم بنی اعتماد توییتی منتشر کرد و گفت با هشدار جدی نهادهای امنیتی مواجه شده و به همین دلیل برای پیشگیری از هر بهانه‌جویی و برای حفظ امنیت و جان مردم داغدار دعوتش را لغو می‌کند. امروز هم هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما سخنان محمد صادق کوشکی را بی‌شرمانه خواندند و نوشتند که این اهانت آشکار را بر نمی‌تابند و خواهان برخورد جدی با متخلفین و عذرخواهی رسمی از رئیس صدا و سیما هستند. جشنواره هنری فجر نزدیک است و شاید اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که تعداد زیادی از هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی انصراف خود را از شرکت و یا داوری در این جشنواره اعلام کردند. جشنواره هنری و سینمایی فجر همانطور که از نامش پیداست برآمده از دهه فجر است و در دهه پیروزی انقلاب ایران برگزار می‌شود. شنیده شده که هومن سیدی، حبیب رضایی، مهتاب کرامتی و نوید محمدزاده داوری جشنواره فیلم فجر را نپذیرفتند. گویا پیشنهاد داوری از طریق واسطه و همکاران مشترک داده می شود تا فضای واکنش برای دبیرخانه باز بماند. در حوزه موسیقی هم چهره‌های شناخته شده زیادی کنسرت‌های خود را لغو کردند، از جمله علیرضا قربانی و شهرام ناظری. گروه موسیقی رستاک هم در صفحه اینستاگرامش نوشت برای بار سوم کنسرت موسیقی اصفهان را لغو می‌کند. حقیقتاً جانی در من برای آواز خواندن نیست در این روزها و
و به همین دلیل کنسرت تهران رو متاسفانه برای بار دوم کنسل میکنم و امیدوارم که در روزهای بهتر با حالی بهتر با دلی خوش. کیهان کلهر البته نگاه دیگری داشت. روز 14 طول کشیده که جامعه موسیقی کار کرده، زحمت کشیده، مبارزه کرده و اینجا رسیده که اجازه داشته باشه برای شما کار بکنه و من اینجا باشم با شما صحبت بکنم. در خیلی از شهرهای مملکت همین ما خودمون اجازه نداریم که همین کنسرت رو برگزار بکنیم. دوم من این که در این شرایط من فکر میکنم ما باید با هم باشیم، باید در میان شما باشیم و از نفس هم دیگه استفاده بکنیم. بسیاری هم اعلام کردند در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی کنند، از جمله کیوان ساکت که در صفحه اینستاگرامش از حضور در این جشنواره انصراف داد. گفته می شود تعداد کسانی که از جشنواره تئاتر فجر انصراف دادند به قدری زیاد است که احتمال لغو جشنواره وجود دارد، از جمله آتیا پسیانی، مهدی کوشکی، امیر مهدی ژوله و سمانه زندی نژاد. زهرا خاتمی راد، سبا راد و گلاره جباری، سه نفر از مجریان تلویزیونی ایران هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کردند دیگر در تلویزیون کار نخواهند کرد. کشته شدن 167 نفر در هواپیمای اوکراینی در تهران که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از گذشت 3 روز سقوط آن را حاصل خطای انسانی دانستند، اعتراضات زیادی را به دنبال داشت، از جمله انصراف بسیاری از هنرمندان. هنرمندانی که هر لحظه به تعدادشان افسوده می شود و معتقدند حیات هنرمند و هنرش بسته به حال مردم است، حالی که این روزها خوب نیست. مریم افشنگ، بی بی سی. لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، هم گفته در جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت نمی کند. در گفتگوی با خانم گلستان از او در مورد این تصمیم پرسیدیم. من 2 هفته پیش در روزنامه شرق یک یادداشتی نوشتم مبنی بر این که خطاب به خانم پروانه سلحشور نماینده مجلس که چرا این دفعه خود رو نامزد نکردی و چرا میخوای غیبت داشته باشی و حضور نداشته باشی، برای اینکه آدم حسابیه به نظر من. و گفتم که من موافق این هستم که همیشه حضور داشته باشیم و کمک کنیم و وضع رو بتونیم بهتر کنیم. حالا خیلی به من میگن که داری پرت فکر میکنی و وضع بهتر نمیشه، ولی من آدم امیدوار مثبت خوشبینی هستم و همیشه فکر میکنم که حضورم میتونه کمک کنه که وضع بهتر بشه. و در من اونجا توجیه کردم که در جشنواره فجر هم شرکت میکنم برای اینکه بتونم جشنواره بهتری رو به مردم ارائه کنم. ولی این اتفاقی که افتاد حالم رو بد کرد. یعنی من الان 3 روز فقط دارم گریه بکنم، فقط. یعنی صبح پا میشم، صبحونه میخورم، با صبحونه گریه میکنم و همینطور گریه میکنم. دلم سوخته و دیگه نا ندارم که در جشنواره فجر شرکت کنم یا اصلا برم گالری خودم کار کنم. بنابراین من اینجا به ذات ارشاد مقصر این اتفاق وحشتناکی که افتاده واقعا نمیدونم، ولی خودم اصلا امکان کار کردن واقعا الان ندارم و فکر میکنم که به همین دلیل من این انصراف رو نوشتم. تأثیرش، خب من اولین گالری بودم که انصراف دادم و تأثیرش این بود که پشت سر من خیلی های دیگه آمدن و الان یه گروهی هستن که میخوان شرکت نکنن. من نمیدونم جشنواره فجر چطوری میخواد اتفاق بیفته، جشنواره فجر تجسمی رو میگه. بنابراین من به خاطر اینکه حال خودم بده شرکت نکردم. هر کسی به حتما دلیل خاص خودشو داشت. من فقط خودم جای یک هر کدوم از این آخرا میذارم زار میزنم، همین دیگه، هیچی نمیتونم بگم. لیلی گلستان بود، مدیر گالری گلستان. سهند اینانلو، خبرنگار حوزه موسیقی هم از تهران با ماست. با اعلام انصراف این چهره ها، آقای اینانلو، جا برای رقابت باقی میمونه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما های موسوی. باید عرض کنم خدمتتون که در بخش جشنواره موسیقی
خیلی سخت خواهد شد اگر چهره هایی مثل آقای ساکت، مثل آقای قمصری یا خانم کامکار اینا اگه بخوان برن کنار، خیلی چهره های خب بالاخره وزنی هستن برای خودشون و مشکل ساز میشه قطعا کنار رفتن اونها. توی تئاتر هم که میشه گفت تقریبا دیگه کسی باقی نمونده و بخش اعظمی از چهره های مهم تئاتر که قرار بود توی جشنواره فعالیت بکنن انصراف دادن. هنرمندانی که به این حرکت پیوستند آیا تاوانی هم خواهند پرداخت؟ خب در این مورد که با قطعیت نمیشه صحبت کرد آیه موسوی، ولی اخبار تایید نشده و در واقع غیر موثقی شنیده میشه از بین بچه های تئاتر که در واقع امروز خبرگزاری تسنیم هم یه خبری رفت و چند تا اسم مخفف رو آورده و اشاره کرده که این افراد هستن که دارن دامن میزنن به این که فضا به هم بریزه در جشنواره فجر، جشنواره تئاتر فجر. اما در حوزه موسیقی یه مقداری فضا فرق میکنه، هنوز از طرف وزارت ارشاد یا نهاد دیگه‌ای اعمال فشاری ما ندیدیم، شنیده نشده، حداقل بنده که تا این لحظه در واقع چیزی از طرف دفتر موسیقی نشنیدم. اما خب تئاتر هم میگم تایید شده نیستش. حالا این حرکتی که صورت گرفته ممکنه باعث انصراف افراد و چهرهای بیشتری در بخشهای دیگه هم بشه؟ امکانش هست. والا چهرهایی که وزن هستن توی بخش تئاتر که تقریبا همشون رفتن کنار، ولی توی بخش موسیقی هنوز عده‌ای هستن و شاید بستگی داره، حالا باید ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی میفته. ممنونم از سهند اینانلو، خبرنگار حوزه موسیقی از تهران با ما. و ما گفتگو رو در همین زمینه با دو میهمان دیگه ادامه میدیم. عبدالرضا کاهانی کارگردان سینما از تورنتو کانادا با ما و باربد گلشیری هنرمند گورنگار از پاریس با ما. اول سوال رو از آقای گلشیری میپرسم. آقای گلشیری، بعد از اعتراضات سال 1388 هنرمندان در این سطح و در این شمار حرف از تحریم جشنواره فجر نزدند. با اعتراض های دی ماه 86 و آبان ماه هم این سطح از همراهی دیده نشد. چطور این بار چنین تصمیمی گرفتند؟ من اول یک توضیح بدم که من موقتا در پاریس هستم برای کار، سفر کردم. من مقیم تهرانم، کارگاه هم همون جایی است که احتمالاً دیشب یا به طور قطع اینجوری که از ویدیوها دیدم در استاد معین 3 نفر تیر خوردن. کارگاه من جنوب همون ایستگاه مترو و در 88 برخلاف چیزی که میگین اتفاقا این اتفاق افتاد. یعنی من به خاطر دارم که مثلا تدوینگرها گفتن که ما فیلم‌های ما رو در جشنواره قضاوت نکنید، چون تدوینگر چون صاحب فیلم نیست قاعدتا نمیتونه فیلمش رو بیرون بکشه. من آقای گلشیری، من عرض کردم، ببخشید اگر بدفهمی شده، من عرض کردم که بعد از 88 چنین اتفاقی نیفتاده و درک میکنم که در شرایط سختی هستید. در هر صورت خیلی ممنون که تصحیح کردید، فرمودید که ساکن تهران هستید. بله. فکر میکنید که چطور شد که حالا هنرمندان چنین تصمیمی گرفتند؟ ببینید، آبان ماه و زدن این هواپیما دو گرهگاهند در تاریخ ما. این دو گرهگاه مثل چیزی که شریان آدم رو میبنده و آدم سکته میکنه به این حد قوت دارند و مرگاسا هستند. برای همین هنرمند این که کنار مردم بیسته که نیست، هنرمند باید به یاد بیاره که من هم مردمم. برای همین یاد میاره که من جشنی نمیتونم بگیرم که جشنواره‌ای داشته باشم و مهمتر از اون حق سوگواری حق انسانی و مدنیه. اون زمانی که من هنرمند که البته تجسمی بسیار بسیار در نظام کاستی اگر در نظرش بگیریم کف این جامعه نشسته چون مخاطب چندانی نداره، وقتی این اعلام میکنه برمیگرده به شهروند بودنش، برمیگرده به حیوان سیاسی بودنش
و در واقع فریاد میزنه که اگر این اعتراض مردم یک کوهی از ریگه، من یک ریگ میخوام بذارم اینجا، چطور میتونه این ریگ رو بذاره؟ با کنار کشیدن. یعنی این سلبی نیست، فقط میگه من کنار کشیدم. اینجاست که در واقع تبدیل به سوژه هم میشه، تبدیل به فرد میشه. آقای کاهانی، شما از جمله کسانی هستید که از این نوع تحریم حمایت کردید، چه فشاری رو بر روی حکومت ایجاد میکنه؟ بعضی این رو میپرسن که چقدر ممکنه مؤثر واقع بشه. با سلام به شما و همگی، پیش از هر چیز من باید بگم که برای کار تورنتو هستم و اساساً برای کار خارج از ایران. من سال هاست که فستیوال فجر رو به دلیل بی‌عدالتی، به دلیل اینکه هیچ وقت احساس واقعی مردم در تفکر فستیوال وجود نداشته، تحریم کردم برای خودم و از دادن فیلمام پرهیز کردم. منتها الان اتفاقی افتاده که اصلا ربطی به اون نیت چند سال قبل من نداره. الان ما با مردمی مواجه هستیم که حالشون خوب نیست، عزادارن و کمترین کاری که میشه براشون کرد، هر کس در هر سنفی، در هر جایگاهی که قرار داره، همدردی با اوناست. شرکت نکردن فیلمسازان در فستیوال فجر، تهیه کنندگان در فستیوال فجر، کمک میکنه که مردم احساس کنن که تنها نیستن. ضمن اینکه ما از کجا داریم حرف میزنیم؟ داریم از فستیوالی حرف میزنیم که واقعا اهمیت چندانی در جهان سینما نداره، نه جوایزش، نه تفکرش، و زائیده ذهنهای دولتیه که معمولا در این فستیوال خیلی کم پیش میاد که حق به حقدار برسه. بسیار. آقای گلشیر، شما فرمودید که جشنی نداریم، حق سوگواری یکی از دلایل شماست برای تحریم این جشنواره، ولی اگر مسئله نداشتن جشن و حق سوگواری، شاید این پرسش پیش بیاد که فاجعه‌های زیادی در سال‌های اخیر در ایران رخ داده، از ریزش ساختمان پلاسکو بگیرید تا غرق شدن نفتکش سانچی یا سیل و زلزله‌ای که همین اواخر هم اتفاق افتاد. آیا در اون زمان هم به دلیل حق سوگواری دل و دماغ این رو نداشتید که در یک جشنواره شرکت کنید؟ بحث دل و دماغ نیست، انتخاب سیاسی چیزی جدیتر از دل و دماغ. من مصاحبه خانم گلستان رو با شما هم شنیدم، بحث اندوه شخصی یک چیز است، بحث انتخاب اجتماعی و سیاسی چیز کاملا دیگری است. یعنی من که در همه زندگیم در ایران زندگی کردم و برمیگردم چندی دیگر به مملکتم که کنار همسایگانم باشم، این رو میفهمم که ما یک تعداد انجمن داریم، مثلا انجمن نقاشان داریم، انجمن مجسمه سازان داریم، انجمن عکاسان داریم و انجمن های دیگری داریم. ارشادم بالا سر ما وایساده، ما سعی میکنیم که دریچه های بکشاییم رو به آزادی بیان از طریق اینا، اینها رو تبدیل کنیم به اصنافی که میتونه از درونش چیزی دراد که آزادی بیان ما رو بیشتر کنه، جامعه مدنی ما رو قوی تر کنه. و زمانی که سالانه‌ای هست، دو سالانه‌ای هست، از طریقش این کارو میکنم. آقای کاهانی هم گفتن، منم هرگز در جشنواره تجسمی فجر که حوزه تخصصیمه شرکت نکردم. من دوبار در زندگیم شرکت کردم در چیزهای ملی این شکلی، یکیش انجمن نقاشان درش نقش داشته، یکیش انجمن مجسمه سازان درش نقش داشته که دو سالانه قبلی مجسمه سازان بود. امسال رو من اومدم بیرون. بسه. چرا اومدم بیرون؟ به خاطر اینکه اگر بالادستی شما به عنوان معاون ارشاد که مجبور کردین ما رو که این بالا سر انجمن مجسمه سازان بیسته، اونجا همچنان هست، وقتی بالادستی شما دروغ میگوید، شما باید استعفا بدهید، باید شرافتمندانه استعفا بدهید. اگر من این زور رو ندارم به عنوان یک هنرمند که کف جامعه ایرانم، من کفم. خب
چه کار میکنم؟ من میام بیرون، من میام بیرون، آدم های دیگه هم بیرون میان و شما میمونین با حوزتون. این که شما میمونید و حوزتون خیلی شبیه هست به این ارزیابی آقای کاهانی. آقای کاهانی شما هم گفتین که اهمیت چندانی نداره، مردم تنها نمیمونند، ولی افرادی مثل کیهان کلهر میگن که اتفاقا باید در میدان باقی موند در و این فضا رو تا جایی که امکان داره در اختیار گرفت. در این مورد چه فکر میکنید؟ ببینید آقای موسوی، من خیلی دوست دارم بگم که نه کارشناسم نه آدم دانایی هستم که بخوام به بینندگان و به اهالی هر صنفی به خصوص سینما نکته ای رو متذکر بشم. من اگر اینجا الان دارم صحبت میکنم، دلیل اصلیش اینه که تصمیمی که گرفتم مال چند سال پیشه و الان خوشحالم که خیلی ها دارن به این نتیجه میرسن، اما نیت من با نیت اونها میتونه متفاوت باشه. مهم اتفاقیه که داره میفته. ما داریم از چه چیزی حرف میزنیم؟ ما داریم از فستیوال فجری حرف، دولتی فجری، تاکید میکنم دولتی فجری داریم حرف میزنیم که میتونیم واقعا اهمیتی براش قائل نباشیم. به احترام مردم، چیز زیادی ما از دست نمیدیم. یعنی ما خودمون فکر میکنیم که اون فستیوال خیلی مهمه و اگر نریم هزاران اتفاق میفته و میدونم الانم ممکنه خیلی‌ها بگن نه ما نمیتونیم به هزار یک دلیل شرکت کنیم، ما مجبور بودیم شرکت کنیم، ما باید شرکت کنیم. من فکر میکنم که راحت میشه به نفع مردم، اینجاست که میشه به نفع مردم تصمیم گرفت. ما اگر همیشه میگیم برای مردم کار میکنیم، الان میتونیم ثابت کنیم که برای کی داریم کار میکنیم. خیلی این کمترین کاره، یه کار خیلی ساده. فکر نمی کنم کسی هم مزاحم تصمیم ما باشه، همون جوری که من سالها پیش تصمیم گرفتم. نمیخوام به همه بگم مثل من باشید، ولی میتونم بگم که الان در موقعیتی قرار داریم که میتونیم تصمیم بگیریم که برای چه کسانی داریم کار میکنیم. آقای گلشیری، شما گفتید که انتخابتون یک انتخاب اجتماعی سیاسیه. بعضی ها در شبکه‌های اجتماعی این رو پرسیدن، من مایلم که اینجا مطرح بکنم. میگن که اگر این تصمیم اعلام همبستگی است با معترضان، چرا این هنرمندان مثلا خودشون در خیابان نیستند؟ اتفاقا این نوع تحریم یا قهر با جشنواره چیزیه که همین تندروها خیلی بدشون هم نمیاد. من ابتدای بحث گفتم که کنار مردم ایستادن یک بحث است، خود مردم بودن یک بحث است. من الان اینجام و من آبان ماه گفتم دو گرهگاه اخیرمون آبان ماه و زدن هواپیما، اینا دو گرهگاهن. من آبان ماه بودم، من در تهران بودم، من دیدم. هرچند مسائل به نظرم این چیزها طبقاتی شد متاسفانه و نپیوستند خیلی ها، ولی من آبان ماه بودم، من آبان ماه در خیابان بودم، در آریا شهر بودم، در خیابان دماوند بودم و اینها. و باز خواهم گشت. فقط اینکه کنار مردم بودن رو من نمیفهمم. اینکه مگه ما مردم نیستیم؟ من شما معرفی کردین من گورنگار. من قبر میسازم در بهشت زهرا، در جاهای دیگه، در آدم هایی که نمیتونند قبر داشته باشن، آدم ها میرن میبینن من اصلا چه تفاوتی دارم، چه تفاوت اجتماعی دارم با اونی که شما میگین. یک کاری، البته اینو من بگم، یک کار بسیار عجیبی کردند راجع به نامه جمعی که هنرمندان نوشتن در آبان ماه و ربطش دادند به مالیات. این حرف، این در واقع یک کاری بود برای خونسا کردن اون نامه. نه، بفرماین مالیات بگیرن، از هممون مالیات بگیرن، از هممون بگیرند، ولی اون نامه رو خونسا نکنند. یک جمع عظیمی از هنرمندان ایران، هنرمندانی که ساکن ایران هستند، پشت و کنار مردم ایستاده بودند. وصل کردنش به مالیات یک کاری بود که خیلی هم استفاده کردن. ارتش سایبری بینام خارج داخل همه اینا هم هست. آدم ها فکر میکنن که هنرمندان در یک طبقه بالایی نشستن. من به شما عرض کردم که کارگاه من زیر همون جاست که این اتفاقات افتاد.
آقای کاهانی، خیلی کوتاه، در نهایت فکر میکنید که از نظر شما این اعتراض ها، این تحریم، فضا تغییر بکنه؟ این روزها یکی از بحث های اصلی اینه که بالاخره فضا عوض خواهد شد یا نه؟ کوتاه اگر بگید ممنون میشه. من فکر میکنم که ما قبل از اینکه به هر تغییری فکر بکنیم، بهتره به شخصیت خودمون فکر بکنیم به عنوان یک انسان و تصمیمایی که میگیریم. من نمیخوام بگم من خیلی خوبم، من خیلی انسانم، ولی فکر میکنم که یه چیزهای خیلی بدیهیه. یعنی من دیروز در به طور اتفاقی توی تورنتو هستم و در واقع موفق شدم که در مراسم یادبودی شرکت کنم که مربوط میشد به سقوط هواپیما و بسیار دردناک بود این فضایی که من دیدم. وقتی آدم این چیزها رو میبینه باید احساس کنه که چه تصمیمی در این شرایط میتونه به شخصیت خودش قبل از هر چیزی کمک کنه، قبل از هر تغییر. سپاسگزارم از عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینما از تورنتو کانادا که البته الان در تورنتو هستن، و همینطور باربد گلشیری، هنرمند از پاریس که باز هم ایشون الان در پاریس هستن. باید اضافه بکنم که خبر تازه‌ای به دست ما رسیده کم و بیش مرتبط با همین موضوع، و اون اینه که رخشان بنی اعتماد، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و مستندساز ایرانی، دستگیر شده و بازداشت شده. و همینطور حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گزارش مریم افشنگ هم اشاره شد که رخشان بنی اعتماد معترض بوده به شرایط روز. و همینطور از مهدی کروبی، پدر حسین کروبی، هم نقل شد که او هم در اعتراض به فضای موجود موضعی رو اعلام کرده که به احتمال خیلی زیاد در این دستگیری نقش داشتیم. و اما شمار زیادی از سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در ایران سرنگون شد شهروندان ایرانی کانادایی بودند. جامعه ایرانی تباران کانادا این روزها در سوگ از دست دادن آنهاست. بهمن کلباسی گزارش میدهد. یک شنبه سوگواری از شرق تا غرب کانادا، داغ بیش از 2000 نفری که در دانشگاه تورنتو به یاد قربانیان گرد هم آمده بودند، با تصویر و روایت هر قربانی تازه شد. بازماندگان مسافران پرواز 752 اوکراین گفتند حمایت و همدردی گسترده ایرانیان کانادا و مقام‌ها و رسانه‌های این کشور در التیام این درد جانکاه مؤثر بوده است. من میخوام تشکر بکنم از جامعه تیرگان، بنیاد پریا که مراسمی در خور شأن این عزیزان گرفتن. مهمتر از همه اونها میخوام از پرایم منستر، نخست وزیر کانادا، تشکر بکنم. از طریق آقای مجید جوهری، نماینده پارلمان، زیر 24 ساعت برای دلجویی از ما ایشون تشریف آوردن. هر چقدر زمان خواستیم بهمون دادن و همه چیزمون گوش کردن، اشک ریختن هم پای ما. و من واقعا شوکه هستم از این ساپورتی که من اینجا از جامعه ایرانی کانادا و جامعه کانادایی کانادا دارم میگیرم. نمایندگان ایرانی تبارشان در مجلس کانادا هم بر پیگیری همه مطالبات خانواده های قربانیان از سوی دولت کانادا تأکید کردند. با هر کدوم از اینا که صحبت میکنم، اینا در یک مقطع زندگی من میتونستم اونا باشم. من میتونستم یه پدری باشم که بچه‌هامو از دست دادم. من میتونستم یه پدری، یه کسی باشم که خودم فوت کردم. من میتونستم زنمو از دست داده باشم. یعنی واقعا یک، وقتی میگم یه فاجعه است و قابل توصیف نیست، شما میتونی تعریف بکنی ولی تو نمیتونی توجیه بکنی، تو نمیتونی دلیل بدی. و بزرگترینش اینه که چرا دروغ گفته شد؟ هیچ دلیلی برای گفتن دروغ نبود. همه شب نالم چونه. دولتی که با مدیریت نخست وزیر جاستین ترودو در روزهای گذشته به خاطر همراهی و حمایت بیدرنگ از بازماندگان مورد تحسین افکار عمومی قرار گرفته. آقای ترودو دیروز هم
در مراسم یادبود 13 دانشجوی برجسته ایرانی تبار در دانشگاه آلبرتا در شهر غربی ادمونتون سخنرانی کرد. You may feel unbearably lonely. شاید الان به طور غیرقابل تحملی احساس تنهایی کنید، ولی شما تنها نیستید. تمامی کشور شما امشب کنارتان ایستاده و فردا و همه سالهایی که میآیند. ما آینده‌ای که همه رویایش را دارند با هم می‌سازیم. کانادا این است. That's what Canada is. مراسمی که در آن ایرانیان حاضر هم از دوستان از دست رفته‌شان گفتند. خیلی خیلی مصیبت بزرگیه و ما در کنار بقیه سعی کردیم مراسم رو ترتیب بدیم که یادشون رو گرامی بدانیم، اگرچه نبودشون در کنارمون بسیار بسیار سخت خواهد بود. اینجا تو کانادا خیلی بعد از این فاجعه همه آدما، دولت، شهردار ادمونتون، همه خیلی خیلی حمایت کردن، جایی که دولت ما از ما هیچ حمایتی نکرد و هیچ کوچکترین تسلیتی نگفت. اینجا من ممنونم از تمام کسایی که ما که خیلی هم تازه نسبت به خیلی آدمای دیگه ما انقدر نزدیک نبودیم، و کسایی هستن که همسر و فرزندشون رو از دست دادن و خواهر و برادر و دوست نزدیکشون رو از دست دادن، و این خیلی غمگینه و دولت کانادا به همشون قول داده که این مسئله رو دنبال کنه. عزا و یاد بود که در سراسر این کشور به اشکال مختلف برای زنده نگه داشتن خاطره قربانیان و آرزوی صبر و التیام برای بازماندگان برگزار شد. بهمن کلبسی، بی بی سی، تورنتو. ممنونم که این 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.